چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری بر من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من مپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید در مطالعهمون از کتاب ایوب اولین کتاب شعری در عهد عتیق به فصلهای های سی و ششم و سی و رسیدیم اجازه میخوام در همین ابتدا سلام و خیر مقدم بگم به خادمین عزیز خداوند که به ما افتخار دادن و در استدیو حضور پیدا کردند. دکتر فایس فواد تشکر می و دکتر عادل حبیب سپاسگزارم همچنین به حضور گرامی هم سلام و خوش آمد عرض می کنم دکتر عادل با اجازهتون آیات یک تا 15 فصل 36 رو می خونم صبور باش و قدری بیشتر گوش بده که از طرف خدا چه می معلومات خود را به کار می گیرم تا نشان بدهم که خالق من خدا عادل است من که در برابر تو ایستادم دروغ نمیگویم و دانش من کامل است خدا در واقع با عظمت و داناست و کسی را ذلیل و خار نمی شمارد. اشخاص شریر را زنده نمی گذارد و به داد مردم مظلوم می رسد به مردمان نیک توجه دارد و آنها را به تخت پادشاهی مینشاند و تا به ابد سرفراز می سازد اما اگر با زنجیرها بسته شوند و به خاطر آنچه که انجام دادند به مصیبتی گرفتار شوند خدا خطاها و گناهانشان را که از روی غرور مرتکب شدهاند به رخ آنها میکشد گوشهایشان را باز می کند تا دستورات او را بشنوند و از کارهای خطا دست بکشند. هرگاه سخنان او را شنیده از او اطاعت کنند در تمام عمر خود سعادتمند و خوشحال خواهند شد. اما اگر نافرمانی کنند با شمشیر کشته می شوند و در نادانی خواهند مرد. آنانی که بی خدا می باشند همیشه خشمگین هستند و حتی در وقت حلاکت هم از خدا کمک نمی طلبند. در جوانی می میرند و عمرشان با ننگ و رسوایی به پایان میرسد. در این آیات درباره چه چیزی صحبت میشه؟ برادر آیات می این فصل رو به دو بخش تقسیم کنیم. بخش اول از آیات یک تا بیست و یک رفتار خدا در میان مردم و بخش دوم آیات بیست و دو تا آخر این فصل و کل فصل سی و هفت راه خدا در طبیعت. همچنین من پانزده آیهی که شما خوندین رو به سه بخش تقسیم می کنم. به این ترتیب که چهار آیه اول مقدمه، آیات پنج تا هفت مشیت خدا برای سالهان، آیات هشت تا پانزده مزایای مصیبت ها و سختی ها. می خوام در مورد هر کدوم از این سه بخش توضیحی بدم. در بخش اول که بخش مقدمه هستش به عبارت زیبایی که الیهو گفت توجه کنین معلومات خود را به کار میگیرم تا نشان بدهم الیهو با دانش درست صحبت میکنه اما منشأ این دانش اون نیست چون این دانش زمینی نیست بلکه از بالا حکمتی که از آسمان نزول میکنه. که از آسمان نزول میکنه و بخش دوم از آیات 5 تا هفت هستش در اینجا درباره گفته خدا صحبت میکنه خدا در واقع با عظمت و داناست و تفاوت بزرگ بین خدا و انسان آشکار میشه خدا خیلی قدرتمند و عظیمه اما دل اون نسبت به انسان پر از شفقته مثلا اگه بین خدا و شخصی مثل هامان مقایسه کنین هامان در موقعیت بسیار مهمی بود و میتونم بگم خیلی قدرتمند بود اما او دربان ساده مثل مردخای رو تحقیر کرد اگه در مورد شخص بزرگ دیگه مثل نبوکت نصر صحبت کنیم در موردش میخونیم که او پادشاه پادشاهان بود ولی مردم رو تحقیر میکرد و هر کسی که میخواست رو میکشت به تفاوت بین این افراد و فرد قدرتمندی که کتاب مقدس دربارش میگه نگاه کنین و کسی را ذلیل و خار نمیشمارد سومین بخش آیات 8 تا 15 که درباره مزایای سختی ها صحبت میکنه درسته که افراد ساله از مصیبت ها عبور میکنن اما آیا این مصیبت ها بی دلیل نه دلیل داره چون در آیه یازده میگه هرگاه سخنان او را شنیده از او اطاعت کنند در تمام عمر خود سعادتمند و خوشحال خواهند شد یعنی اگه از مصیبت ها منفعتی کسب میکنن پس خداوند جانهای اونها رو دوباره احیا میکنه و دوباره شادی نجات به ایماندار برمیگرده اما اگه ایماندار اطاعت نکنه کتاب مقدس میگه اما اگر نافرمانی کنند با شمشیر کشته میشوند یعنی اگه ایماندار به عدم اطاعت ادامه بده و به تعدیب خداوند پاسخ نده خودشو در زیر تعدیب محکوم به مرگ میکنه و این چیزیه که در عهد جدید دربارش میخونیم گناهی هست که به موت ختم می شود. توضیحات شما بیشتر در پیرامون رفتار خدا با ایماندار برای بازگردوندن او از گمراهی بود. درسته؟ اما خدا به طور کلی با گناهکاران هم صحبت می کنه او بارها اونها رو صدا میزنه. شریران راه های خود را ترک کنند و بدکاران افکار خود, را. افکار خود, را. تغییر دهند اگه اونها به سوی خداوند بازگشت نکنند و به صدای او پاسخ ندن حتما نابود خواهند شد درسته بسیار بله. دکتر فایز در آیات 16 تا 18 میگه خدا تو را از رنج و مصیبت میرهاند و به جایی میآورد که خوشبخت و آرام باشی و سفره تو را با نعمات خود پر می کند. اما اکنون به خاطر شرارت خود سزاوار مجازات هستی پس احتیاط کن مبادا کسی تو را با رشوه و ثروت از راه راست منحرف سازد میشه در مورد این جملات توضیح بفرمایید الیهو تلاش میکرد تا ایوب و غانه کنه که خودش رو زیر دستان نیرومند خدا فروتن کنه و دیگه از تمرکز به شکایت از خدا و اونچه خدا اجازه داده او ازش عبور کنه دست برداره تا در طول این برخورد که به نظر سخت میاد زیر دستان نیرومند خدا ضعیف نشه او از ایوب نخواست پا فراتر بذاره و خدا رو بیشتر محکوم کنه و خدا رو به اشتباه و بیعدالتی و بیرحمی متهم کنه. او از عیوب خواست که به سوی خدا برگرده تا خودش رو زیر دستان نیرومند خدا فروتن کنه او قبلا به ایوب گفت آیا میخوایی خدای عادل و با عظمت را محکوم کنی یعنی تو به جای اینکه خودت رو زیر دستان او فروتن کنی داری خدای عادل و با عظمت رو محکوم میکنی و همین خاطر از این به بعد شروع به صحبت در مورد عظمت و عدالت خدا میکنه و میگه که انسان با تمامی ثروت و دارایی خودش در مقابل عظمت خداوند هیچه انسان و ثروت او واقعا در مقابل خدا هیچی نیست ایوب باید بدونه که پادشاه جهان خداونده و در ادامه در آیه 21 به ایوب میگه به راه گناه مرو یعنی روی آزمایش و غم و اندوه متمرکز نشو زیرا به خاطر گناه بود که تو به این مصیبت ها گرفتار شدی یعنی روی چیزی که داری پشت سر میذاری متمرکز نشو بلکه سعی کن زیر دستان نیرومند خدا فروتن باشی و به خدا بگو ای خداوند اونچه که تو اجازه دادی اتفاق بیفته رو با کمال میل میپذیرم به عبارت دیگه فقیر شدن در روح فروتن شدن زیر دستان خدا او شما را فروتن کرد و گرسنه گذاشت و بعد شما را با مننا تغذیه کرد این میزان از فروتنی باعث میشه خودم و به خداوند بسپارم گاهی فروتنی از این جهت سودمنده که باعث میشه انسان خودش رو به خداوند بسپاره و همه چی و به او واگذار کنه اما اگه انسان به انتقاد از خدا ادامه بده و روی برخوردهای تند خدا تمرکز کنه واقعا هیچ تغییری در زندگی او اتفاق نمیافته. خیلی ممنونم استراحتی میکنیم و بعد با پرسش و برمیگردیم بینندگان عزیز بعد از استراحتی کوتاه در خدمت شما خواهیم بود تشویقتون میکنم اگر سوالی دارید به آدرس های ما ارسال بفرمایید و همچنین میتونید از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید بعد از استراحت در خدمت شما خواهیم <متصفح> الیهو به ایوب گفت که خدا از راه های مختلف با انسان صحبت میکند حتی اگر انسان آنها را متوجه نشود بزرگترین فاجعه در زندگی ایوب این بود که او از یک بیماری لاعلاج رنج می بود. از سرطان روح غروب و خدا از تعدیب استفاده می کند تا به انسان هشدار دهد و او را هدایت کند و بیماری غرور را در او از بین ببرد ایوب خدا و ضرورت تعدیب او را درک نکرد و همچنین به مهربانی خداوند توجهی نداشت محبتی که سعی دارد سرطان روح را در ایوب درمان کند بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم بریم و سال رو بشنویم بفرم تا اینجا دیدیم که ایوب چقدر رنج کشیده و دکتر فایز گفتند خداوند انسان رو فروتن میکنه تا اینکه یاد بگیره خودش رو به خدا بسپره چرا خدا برای اینکه انسان یاد بگیره خودش رو به او بسپره از چنین این روش های سخت و دشواری استفاده میکنه که ما حتی برای فرزندانمون استفاده نمیکنیم به نظرم برخوردش با ایوب نه فقط سختگیرانه بلکه بیرحمانه است سوال جسورانه ایه که نیاز به پاسخ داره در واقع من از عبارات کتاب مقدسی برای بیان فروتنی استفاده کردم و عبارات کتاب مقدسی متفاوت از چیزی که انسان ها به طور طبیعی در موردش فکر میکنن فروتن کردن از دیدگاه انسان یعنی این که من به کسی ظلم کنم و اونو پایمال کنم تا فروتن بشه و از نشون دادن ضعف و درماندگی او لذت ببرم اما منظور این نیست و تصور خداوند هم به هیچ وجه این نیست شما را بیازماید تا بداند در قلب شما چیست و شما را فروتن کرد و گرست نگذاشت و بعد شما را با مننا تغذیه کرد و در آخر به شما برکت بدهد در واقع فروتنی در کتاب مقدس به معنای فقیر بودن در روح فقر در روح هدف خداوند که تو احساس کنی درمانده ناتوان و فقیری و قادر به انجام هیچ کاری نیستی او میخواد تو این نکته رو بفهمی و وقتی که به این نکته برسی از شادی بی حدی برخوردار میشی برکت خیلی بزرگی وقتی در روح فقیر باشین چون اولین خوشا به در موعظه سرکو هم اینه که خوشا کسانی که از فقر روحی خود آگاهند بنابراین فروتنی به این معنا نیست که خداوند از اینکه منو فروتن کرده لذت میبره و شادی میکنه این مفهوم کتاب مقدسی نیست بلکه هدف کتاب مقدس از فروتنی اینه که باعث بشه من ضعف و فقر روحانی رو احساس کنم تا بفهمم که چقدر به او نیازمندم و تا خودم و به او بسپارم دکتر فائز خیلی ممنون از توضیحاتتون برکت خدا با شما باشه دکتر عادل آیات 22 تا آخر فصل اینطور میگه به یاد آور که قدرت خدا چقدر عظیم است دو معلمی است که همتا ندارد چه کسی میتواند به او بگوید که چه کند و یا او را متهم به بیعدالتی نماید مردم همیشه کارهای خدا را ستایش کردند تو هم باید او را به خاطر کارهایش ستایش کنی همه مردم کارهای او را دیدند و از دور مشاهده کردند ما نمیتوانیم عظمت خدا را به کلی درک کنیم و به ازلی بودن او پی ببریم میشه در مورد این جملات توضیح بدی؟ برادر ایاد میتونم بگم آیاتی که خوندین به سه بخش تقسیم میشن و هر سه بخش با واژه اینک شروع میشه اگه به ترجمه قدیم مراجعه کنیم واژه اینک سه بار در آیات 22 26 و سی تکرار شده انگار داره توجه ایوب رو به شخص بزرگی که دربارش صحبت کرده جلب میکنه در هر یک از این سه بخش که با واژه اینک شروع شده الیهو خدا رو با تصویری متفاوت از دیگری توصیف میکنه در بخش اول او خدا رو به عنوان مشاور و معلم توصیف میکنه در باری اون نوشته شده اسم او مشاور عجیب خدای قدیر پدر سرمدی و شاهزاده صلح سل و سلامتی خواهد بود اون نیاز به مشورت و نصیحت کسی نداره به همین خاطر کتاب مقدس درباره او میگه یا کیست که او را نصیحت کند و چه کسی چیزی به خدا تقدیم کرده است تا آن را از او پس بگیرد در دومین بخش او خدا را به عنوان شخصی ابدی ازلی و عظیم توصیف میکنه ما نمیتوانیم عظمت خدا را به کلی درک کنیم و به ازلی بودن او پی ببریم او از روزهای قدیم بوده قبل از آفرینش زمین و تمام دنیا او خداست و عظمت او در دو چیز آشکاره باران و ابرها در سومین بخش او خدا رو به عنوان کسی که عظمت و قدرت داره توصیف میکنه و میگه میبینید که چگونه آسمان را با برق روشن میسازد و این آیه منو یاد آیه زیبایی میندازه که در مزمور 104 آیه دو درباره خداوند گفته شده خود را با نور پوشانیده و آسمان را مانند خیمه گسترانیده و جلوه های قدرت او در دو چیز ظاهر میشه او از قدرتش برای خوراک دادن به فقرا و همچنین گرسنگان استفاده میکنه و از همون قدرت برای نابودی شریران هم استفاده میکنه. همون دست هم میتونه به جانداران خوراک بده و هم میتونه شریران رو نابود کنه. عالی بود ممنونم. من از هر دوی شما عزیزان سوالی دارم. واضحه که اینجا الیهو داره درباره عظمت خدا و قدرت خدا بله. در خودش و در خلقت صحبت میکنه. آیا این همون موضوع عظمت خدا نبود که سه دوست ایوب دربارش صحبت کردن؟ الیهو چه چیز جدیدی اضافه کرد؟ در حقیقت میتونم بگم که دوستان ایوب بر عظمت خدا در گرفتن انتقام از انسان شرور متمرکز بودن و باید این موضوع رو بگم که ایوب انسان بدی نبود که خدا توانایی خودش رو برای انتقام از او نشون بده موضوع اصلا به این شکل نبود و اینجا الیهو عظمت خدا رو در خلقت نشون داده او میخواست این موضوع بسیار ساده رو اثبات کنه که چرا خدا را متهم میکنی و میگویی که او برای کارهایی که میکند به انسان توضیح نمیدهد. یعنی اینکه قرار نیست خدا به من توضیحی بده یا برای کاری که انجام میده به هم بگه مجبور به انجام چنین کاری شده خدا نمیخواد که منو قانع کنه تا چیزی که انجام داده رو بپذیرم خدا درباره هر اونچه که انجام میده اصلا موظف نیست به من توضیح بده چون خدا بسیار عظیمه و من در مقابل او هیچ هستم به همین دلیل بعدش میگه آیا میخواهی خدای عادل و با عظمت را محکوم کنی یعنی من و تو کی هستیم که بخوایم خدا رو گناهکار اعلام کنیم و ازش بخوایم در مورد کاری که با ما میکنه بهمون توضیح بده بعد در ادامه الیهو به خوبی در فصل های 36 تا 41 عظمت و, و اقتدار خدا رو وصف میکنه و به ایوب میگه که عظمت خدا امریه که بر همه چیز حکم فرماست و ذهن ما اینقدر محدوده که قادر به درک او نیست پس دلیلی نداره که خدا به همون توضیح بده توضیحات واقعا خوبی بود برکت خدا با شما استراحت کوتاهی خواهیم داشت و بعد به صحبتمون ادامه میدیم بینندگان گرامی بعد از استراحت در خدمتتون خواهیم بود یادآوری میکنم که ما در شرف تمام کردن کتاب ایوب هستیم پس اگر هر سوالی درباره این کتاب یا کتاب های دیگه دارین لطفا از طریق آدرسایی که در طول مدت استراحت نمایش داده میشه برای ما بفرستید بخش آخر برنامه در خدمتتون هستیم تا مطالعهمون رو ادامه بدیم و از ابتدای فصل سی و هفت شروع خواهیم کرد. دکتر فایز لطفاً توضیح بفرمایید که ایده و موضوع اصلی در آیات یک تا سیزده فصل سی و هفت چیه؟ در این بخش الیهو به نشون دادن و اثبات عظمت خدا در طبیعت ادامه میده تا برای ایوب روشن بشه که احمقانه است اگه فردی در مورد راه های این شخص عظیم قضاوت کنه کسی که بر تمامی نیروهای طبیعت حاکمه و ازشون به شکل فوق‌العاده‌ای استفاده میکنه در این بخش او توجه ایوب رو به سه چیز جلب میکنه الیهو به ایوب میگه آیا متوجه قرش رد و برق نشدی که چه میکنه این رعد و برق خروشان صدایی با عظمت خداونده آیا متوجه وضعیت هوا در زمستان نشدی؟ آیا تو متوجه باران و بارانهای سیلاسا نشدی؟ چه کسی این وضعیت رو در زمستان و بارانهای سیلاسا کنترل میکنه؟ آیا متوجه گردباد نشدی که چی کار میکنه یا زمانی که آسمان پر از ابر هستش خداوند از اونو استفاده میکنه تا زمین ها و کوه ها رو آبیاری کنه آیا متوجه نشدی که چه کسی همه اینا رو کنترل میکنه او خداونده که تو خداوند و گناهکار میخونی بنابراین الیهو سعی میکنه تا به ایوب عظمت این شخص بزرگ رو اثبات کنه کسی که همه شرایط طبیعت رو کنترل میکنه و به طریقی که خودش میخواد اونا رو تغییر میده و به شیوه و طبق حکمت خودش دنیا رو اداره میکنه. پس بر تو جایز نیست که خداوند رو قضاوت کنی انگار دوباره میگه چرا خدا رو متهم میکنی و میگویی که او برای کارهایی که میکند به انسان توضیح نمیدهد او زمستان او باران و رد و برد و گرد باد و به یاد عیوب میاره خدا بزرگتر از همه انسان هاست سپاس اجازه بدید سوال یکی از حاضرین رو بفرمایید از تمام این کتاب متوجه میشیم که ایوب و دوستانش برداشت های اشتباه زیادی داشتند و شناخت و توضیح اونها درباره خدا درست نبود. دوستی دارم که سالهاست در اندوه چون پسرش رو در کودکی از دست داده و یک فرد روحانی گفته چون تعمید نداشته فوت کرده. چطور میتونیم با این برداشت های غلط برخورد کنیم؟ در واقع این یک سال عملی هستش که نیاز به پاسخ داره. میخوام به این خواهر توصیه کنم که به کتاب مقدس رجوع کنه و به طور منظم اونو بخونه چون کتاب مقدس درباره خدا به او تعلیم میده و به وسیله کتاب مقدس خدا قادر خودش رو به عنوان کسی که عاشق و مهربان آشکار کنه قلب خدا پر از شفقته و میخوام به او بگم نگران اونچه که اون فرد روحانی گفته نباشه چون از کلام خدا میفهمیم که رفتن به آسمان به تعمید ربطی نداره بلکه از طریق ایمان حقیقی به خداوند عیسی مسیحه و مورد دیگه اینه که اگه خود او به طور شخصی با خداوند ارتباط حقیقی نداره خواهش میکنم از الان وارد این ارتباط بشه توبه کنه و مسیح رو به عنوان منجی شخصی بپذیره او زندگیش رو تغییر میده بله پس ایمان همیشه شرط نجات و رفتن به آسمان بوده به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانهت نجات خواهی یافت این پسر کوچیک هنوز به سنی نرسیده بود که مسئولیت این رو داشته باشه که کار مسیح و کفاره او رو رد کنه پس کفاره مسیح حتی شامل حال بچه ها هم میشه و خداوند در مورد بچه ها گفت هرگز بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند پس ارواح بچه ها به وسیله کاملیت کفاره مسیح حق رفتن به آسمان رو دارند چون هنوز به سن مسئولیت پذیری نرسیدند که در اون کفاره مسیح رو رد کنند و همونطور که خوندیم رفتن به آسمان به واسطه ایمانه و تعمید یک اعلام بیرونی از پذیرشی درونیه هر کس با تمام دل مسیح رو بپذیره این رو در برابر مردم به صورت عمومی اعلام میکنه دزدی که بر سری بود فرصتی برای پایین اومدن از سری و تعمید گرفتن نداشت تعالیم مسیحی درباره تعمید هنوز مشخص نشده بود چون این موضوع در کلیسای اولیه شروع به گسترش کرد اما مسیح به او گفت امروز با من در فردوس خواهی بود و همین برای به آسمان رفتن کافی بود چون اون به خداوند گفته عیسی وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش دکتر عادل آیات 14 تا 24 با این گفته شروع میشن لحظه ای صبر کن و گوش بده و لحظه ای درباره کارهای عجیب خدا تعمل کن آیا میدانی که خدا چگونه اراده خود را عملی میسازد و برق را در بین ابرها تولید میکند اینها همه کارهای شگفت‌آور خدایی است که در دانش و حکمت کامل است وقتی زمین در اثر باد جنوب داغ می شود و لباسهایت از گرمی به تنت می چسبند، آیا می توانی خدا را کمک کنی که آسمان را گسترش بدهد و آن را مثل آهن سیقل داده شده سخت بگرداند؟ به, به ما یاد بده که به او چه بگوییم زیرا فکر ما نارساست و نمیدانیم که چگونه با او صحبت کنیم ایده و موضوع اصلی این بخش چیه؟ برادر ایاد این بخش نهایی صحبت الیهو هستش که از فصل سی و دو شروع شد در طی این صحبت ها ایوب حتی یک بار هم صحبت او رو قطع نکرد پس حرف های الیهو داشت ایوب رو شفا میداد چون ایوب بارها صحبت های دوستانش رو قطع کرد اما اصلا صحبت های الیهو رو حتی یک بار هم قطع نکرد میتونم در پایان صحبت الیهو بگم که او به این نتیجه رسید ایوب چه تو و چه هر کس دیگه در برابر عظمت خدا که در موردش صحبت کردم هیچی نیستین برای مثال او در آیه 16 میگه آیا میدانی که چطور ابرها در هوا معلق میمانند؟ و یا در مورد او در آیه 18 میگه آیا میتوانی خدا را کمک کنی که آسمان را گسترش بدهد؟ آسمان در اینجا یعنی فضا یعنی شما کجای عظمت خداوند هستین او که آسمانها و فضا رو گسترانید تو فقط یک انسان ساده و فقیر هستی در آیه هفته به عیوب میگه وقتی زمین در اثر باد جنوب داغ میشود و لباسهایت از گرمی به تند میچسبند یعنی تو یک انسان فقیر و ساده هستی که ممکنه از لباسهای خودش هم ناراحت و در عذاب باشه فکر می کنم ما میتونیم در مورد آخرین قسمت صحبت الیهو دقیقا همونطور که نویسنده مزمور هشت گفت بگیم هنگامی که به آسمان نگاه می کنم که تو آن را آفریده ای و به ماه و ستارگانی که تو در آن قرار داده ای نتیجه چیه؟ انسان چیست که به او می اندیشی و به او چنین توجه می نمایی؟ او در آیه 27 به نتیجه میرسه و این نتیجه گیری فقط در مورد عیوب نیست بلکه در مورد همه صدق میکنه. بنابراین همه انسان ها از او میترسند و او به کسانی که ادعای حکمت می کنند توجهی ندارد. این واجه ها چه مفهومی دارند؟ یعنی اینکه خدا به کسانی که وانمود می کنند حکیم هستند هیچ توجهی نمی کنه. بله ممنونم. برکت خدا با شما توضیحاتتون عالی بودن و به نظر میرسه که ایوب به این صحبت ها پاسخ میده تا اینکه خدا در فصل بعدی شروع به صحبت میکنه اجازه بدید درس امروز رو با حضار گرامی مرور کنیم بفرمایید که از قسمت امروز چه برکتی گرفتیم یاد گرفتیم خدا از طریق درد و رنج وضعیت حقیقی منو آشکار میکنه. وضعیتی که پر از ضعف و ناگاهیه. اما زمانی که اون برای ما آشکار میشه متوجه میشیم که چقدر به خداوند نیاز داریم و به دور از خداوند نمیتونیم زندگی کنیم. بله. در آیه 26 میگه نمیتوانیم عظمت خدا را درک کنیم و به ازلی بودن او پی ببریم. تصویر خدا برای ایمانداران عهد عتیق واضح و آشکار نبود و با یک مه غلیز پوشونده شده بود ولی در عهد جدید خدا از طریق پسرش بر ما آشکار شد و با ما صحبت کرده پولس میگه نه فقط خدا رو بشناسیم بلکه در معرفت او رشد کنیم شناخت خدا به رابطمون با او کمک میکنه بسیار عالی ممنونم در زمان سختی و آزمایش ها شیطان به ما میگه خدا شما رو فراموش کرده و در تا و بارهای شما را احساس نمیکنه اما این آیه زیبا میگه خدا با عظمت و داناست و کسی را ذلیل و خار نمی شمارد. اگرچه خدای ما عظیمه و قادر مطلقه اما هرگز ما رو فراموش و ترک نمی کنه و اجازه نمیده بیفتیم. بله و آخرین نفر؟ فروتن کردن از دیدگاه انسانی ظلم کردن و پایمال کردن حق یک شخصه. و همانطور که دکتر فایز توضیح دادن، فروتن کردن از دیدگاه خداوند کاملا متفاوت از دیدگاه بشری ماست. برداشت انسان به خاطر بیرحمی قلبشه، اما خداوند ما رو فروتن میکنه؟ تا ما حس کنیم چقدر درمانده و نیازمندیم تا خودمون رو به دستان اون بسپاریم. بله. خیلی ممنونم برکت خدا با همه شما همچنین شما خادمین خدا, خدا ممنونم. ممنونم. بینندگان گرامی الیهو درباره خدا گفت خدا تو را از رنج و مصیبت میرهاند و به جایی می آورد که خوشبخت و آرام باشی و بعد جنبه های عظمت خدا رو در خلقت در نجوم در آسمان و دریا و زمین شمرد خدا خیلی عظیمه او از انسان بزرگتره و انسان خیلی خیلی محدوده نمیتونه با ذهن خودش جوهر خدا و دانش او رو درک کنه اما این خدای عظیم به انسان پاسخ میده و انسان رو تحقیر نمیکنه او از هیچ یک از ما دور نیست اگه شما این فکر اشتباه رو درباره خدا دارین که از شما دوره و اینکه او یک انتقام گیرنده نیرومنده و بین شما او فاصله وجود داره و شما نمیتونین به او برسین امروز باید بدونین که یکی از ویژگی ها و صفات خدا اینه که او به شما خیلی نزدیک او کنار شما میسته و منتظره که شما در قلبتون رو به روی او باز کنین و از او بخواین که بر زندگی شما سلطنت کنه و پادشاه و استاد و منجی شما باشه به او بگین خدایا تو خودت شاهد من باش خدا از شما دور نیست او به شما خیلی نزدیکه و مشتاق اینه که بر پایه کفاره مسیح با شما رابطه زنده داشته باشه. آیا میخواین که اون چه خدا گفت و ایوب پاسخ داد رو بدونین؟ آیا میخواین بدونین داستان ایوب چطور تموم میشه؟ پس در قسمت بعد با ما همراه باشید تا نتایج مبارک داستان ایوب رو ببینیم. خدا با همه شما عزیزان باشه. لو يومها نضنا على الأم لو نسيت أنت ما تنساش حضنك أنت كبير بيضم قلبك طيب ما بتقساش لو يومها نضنا على الأم لو نسيت أنت ما تنساش حضنك أنت كبير بيضم قلبك طيب ما بتقساش أنت عظيم وقدير حبك حب كبير نيرك هاي مش ممكن تتغير ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم انت عظيم وقدير حبك حب كبير نيرك هاي حنايب مش ممكن تتغير ما بتعجز ايديك ولا شيء صعب عليك ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری بر من چراغ راه من کلامت تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من است کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت